گرداب نوشته صادق هدایت همایون با خودش زیر لب می گفت آیا راست است؟ آیا ممکن است؟ آنقدر جوان آنجا در شاه عبدالعظیم ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده کفن به تنش چسبیده دیگر نه آخر پاییز را و نه روزهای خفه غمگین مانند امروز را آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد او کانقدر خندان بود و حرفهای با مزه میزد هوا ابر بود بخار کمرنگی روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه همسایه دیده میشد که یک ورق برف رویش نشسته بود برف ها آهسته و مرتب در هوا میچرخیدند و روی لبه شیروانی فرود میآمدند از دودکش روی شیروانی دود سیاه رنگی بیرون میآمد که جلو آسمان خاکستری پیچ و خم می خورد و کم کم ناپدید میگردید همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردستی خودشان جلو بخاری نشسته بودند ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی و فرمان روایی داشت امروز همه آنها افسرده و خاموش بودند حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی میکرد امروز عروسک گچی خود را با صورت شکست پهلویش گذاشته ما و تو پکر به بیرون نگاه میکرد مثل اینکه او هم پی برده بود که نقصی در بین است و آن نقص اموجان بهرام بود که با عادت همیشه نیامده بود و نیز حس میکرد که افسردگی پدر و مادرش برای خاطر اوست لباس سیاه چشمای سرخ بیخوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج میزد همه اینها فکر او را تأیید میکرد همایون خیره به آتش بخاری نگاه میکرد ولی فکر از جای دیگر بود بدون اراده یاد روزهای زمستان مدرسه افتاده بود وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین مینشست زنگ تنفس را که میزدند او و بهرام به دیگران فرصت نمیدادند بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود یک گلوله برفی را روی زمین میغلطانیدند تا اینکه توده بزرگی تشکیل میشد بعد بچه ها دو دسته می شدن آن را سنگر می و گول برف بازی شروع می شد. بدون اینکه احساس سرما بکنند با دست های سرخ شده که از شدت سرما میسوخت به یکدیگر گلوله پرتاب می کردند. یک روز که مشغول همین بازی بودند او یک چنگ برف و آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرد کرد که پیشانی او را زخم کرد. خانه نازم آمد و چند تا ترکه محکم به کف دست او زد و شاید مقدمی دوستی او با بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هر وقت داغ پیشانی او را میدید یاد کف دستی ها می افتاد. در این مدت هجده سال به اندازه روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی مهرمانی خودشان را به یکدیگر میگفتند بلکه خیلی از افکار نهانی یکدیگر را نگفته درک میکردند تقریبا هر دو آنها یک فکر یک سلیقه و یک اخلاق داشتند تا کنون کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود اینکه پریروز صبح در اداره به همایون تلفن زدم که بهرو میرزا خودش را کشته همایون همان ساعت درشکه گرفت و به تاخ سر بالین او رفت پارچه سفیدی را که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت آن نشت کرده بود آهسته پس زد مجه های خونالود، مغز سر او که روی بالش ریخته بود، لکه های خون روی قالیچه، ناله و بیتابی خیشانش مانند سائق در او تأثیر کرد و تا نزدیک غروب که او را به خاک سپردند، پا به پای تابوت همراهی کرد. یک دست گل فرستاد آوردند روی قبر او گذاشت و پس از آخرین خدا نگهداری با دل پری به خانه برگشت. ولی از آن روز تا کنون دقیقه ای آرام نداشت خواب به چشمش نیامده بود و روی شقیقه هایش موی سفید پیدا شده بود یک بسته سیگار روبرویش بود پی در پیان را میکشید اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ قور و تفکر می کرد ولی فکرش به جایی نمی رسید. هیچ عقیده و فرضی نمی توانست او را قانع بکند. به کلی مبهوت مانده بود و هیچ تکلیف خودش را نمیدانست و گاهی حالت دیوانگی به او دست میداد هرچه کوشش میکرد نمیتوانست فراموش بکند دوستی آنها در توی مدرسه شروع شده بود و زندگی آنها تقریبا به هم آمیخته بود در غم و شادی یکدیگر شریک بودند و هر لحظه که برمیگشت و عکس بهرام را نگاه میکرد تمام یادگارهای گذشته او جلوش زنده میشد و او را میدید با سویل های بور چشم های زاغ که از هم فاصله داشت دهن کوچک چانه باریک خنده بلند و سینه صاف کردن او همه جلو چشمش بود نمی باور کند که او مرده آن هم آنقدر ناگهانی چه جان فشانی ها که بهرام درباره او نکرد در مدت سه سال که به مأموریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را میکرد به قول بدری زنش نگذاشت آب تو دل اهل خانه تکان بخورد اکنون همایون بار زندگی را حس میکرد و افسوس روزهای گذشته را می که آنقدر خودمانی در همین اتاق دور هم گرد نمیآمدند تخت نرد بازی میکردند و ساعت ها میگذشت بدون آنکه گذشتن آن را حس بکنند ولی چیزی که بیشتر از همه او را شکنجه مینمود این فکر بود با اینکه آنها انقدر یک دل و یک رنگ بودند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند. چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با او مشورت نکرد آیا چه علتی داشته دیوانه شده یا سر خانوادگی در میان بوده همین را پی در پی از خودش می پرسید. آخر مثل اینکه فکری به نظرش رسید به زنش بدری پناهنده شده و پرسید آیا تو چه حس میزنی هیچ میدونی بهرام چرا این کارو کرد قدری که ظاهرا سرگرم خام دوزی بود سرش را بلند کرد و مثل اینکه منتظر این پرسش نبود با میلی گفت من چه میدونم مگه به تو نگفته بود نه آخه پرسیدم منم از همین متعجبم از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده ولی چیزی به من نگفت گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداریه چون کار اداره روح او رو پژمرده میکرد بارها به من گفته بود اما او هیچ مطلبی را از من نمیپوشید خود بیا مرزده چقدر سرزنده و دل به نشات بود از اون این کار بعید بود نه ظاهرا اینطور می نمود گاهی خیلی عوض می شد خیلی وقتی که تنها بود یک روز وارد اتاقش که شدم او رو نشناختم سرش می رو میون دستاش گرفته بود و فکر میکرد همین که دید من یکی خوردم برای اینکه مغلطه بکنه خندید و از همون شوخیا کرد بازیگر خوبی بود شاید چیزی داشته که اگه به تو میگفت غمگین میشدی ملاحظت رو کرده با هرچی باشه تو زن و بچه داری باید به فکر زندگی باشی اما اون سرش رو با حالت پرمعنی تکان داد مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد ولی همایون حس کرد که حرفای زنش ساختگی و محض مسلحت روزگار است همین زن که هشت سال پیش او را میپرستید که آنقدر افکار لطیف راجب عشق داشت در این ساعت مانند اینکه پرده از جلو چشمش افتاد این دلداری زنش در مقابل یادگارهای بهرام او را متنفر کرد از زنش بیزار شد که حالا مادی عقل رس جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بود و نمیخواست غم و قصه به خودش راه بدهد و دلیلی که میآورد این بود که بهرام زن و بچه نداشته چه فکر پستی چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد آیا ارزش بچه ای او در دنیا بیش از رفیقش است هرگز آیا بهرام قابل افسوس نبود آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد او باید بمیرد و این سید خانم هفهفوی نود ساله زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار اسا زنان آمده بود سراغ خانه بهرام را میگرفت تا برود و از حلوای مرده بخورد این مسلحت خداست به نظر زنش طبیعی است و زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانم در می حالا هم بدون وزک ریختش خیلی عوضی شده حالت چشما و صدایش تغییر کرده صبح زود که به اداره می رود هنوز او خواب است پای از چین خورده و تازگی خودش را از دست داده لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند که می داند؟ آیا خود او هم تغییر نکرده؟ آیا همان همایون مهربان، فرمان بردار و خوشگله سابق است؟ آیا زنش را فریب نداده؟ اما چه این افکار بر او پیدا شده بود؟ آیا در اثر بیخوابی بود یا از یاد بود دردناک دوستش؟ در این وقت در باز شد و خدمتکاری که گوشه چادر را به دندانش گرفته بود، کاغذ بزرگ ای آورد به دست همایون داد و رفت. همایون خط کوتاه و بریده بهرام را روی پاکت شناخت با شتاب سر آن را باز کرد کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند الان که یک ساعت از نیمه شب گذشته به تاریخ سیزده مهر 1311 اینجان برامیرزای ارجنپور از روی رضا و رغبت همه دارایی خودم را به هما خانم ماهافرید بخشیدم بهرام ارجنپور همایون با تعجب دوباره آن را خواند و با به حالت بهت زده کاغذ از دستش افتاد بدری که زیر چشمی متوجه او بود پرسید کاغذی کی بود بهرام چی نوشته بود میدونی همه دارایی خودش را به هما بخشیده چه مرد نازنینی این اظهار تعجب مخلوط با ملاحت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت سپس برگشته به هما نگاه کرد ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزیده مانند اینکه پرده دیگری از جلو چشمش افتاد دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود نه به مادرش چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود دهن کوچک چانه باریک درست همه اسباب صورت او مانند بهرام بود اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر هما را دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده آیا این بچه که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانی بهرام با زنش بود آنم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند زنش سالها با او راه داشته بیان که او بداند و در تمام این مدت او را گول زده مسخره کرده و حالا همین این وسیعتنامه این دشنامه پس از مرگ را برایش فرستاده نه او نمیتوانست همه اینها را به خودش هموار بکند این افکار مانند برق از جلوش گذشت سرش درد گرفت گناه سرخ شد نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت تو چی میگی چرا برام این کارو کرده مگه خواهر برادر نداشت از بس که دور از حالا بچه رو دوست داشت بندرگس که بودی هما سرخک گرفت ده شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری میکرد خدا بیا مرزدش همایون خشمناک گفت نه به این سادگی هم نیست چطور به این سادگی نیست همه که مثل تو بی علاقه نیستن که سه سال زن و بچهت رو بندازی و بری وقتی هم که برمیگردی دست از پا دراستر یک جورابم برام نیری خواستن دل دادنه خواستن بچه ای تو یعنی خواستن تو وگرنه عاشق هما که نشده بود وانگهی مگه نمیدیدی این بچه رو از تخم چشمش بیشتر دوست داشت به من راستشو نمیگی میخوای که چی بگم من نمیفهمم خودتو به نفهمی نزن یعنی که چه یکی دیگه خودشو کشته یکی دیگه مال خودشو بخشیده من باید حساب کتاب پس بدم همینقدر میدونم که تو هم باید بدونی میدونی که چی من گوشکنه سرم نمیشه برو خودتو مالجه کن حواست پرته از جون من چی میخوای به خیالت من نمیدونم چرا از من میپرسی همایون با بیصبری فریاد زد بسه بسه منو مسخره کردی سپس فسیتنامه بهرام را برداشته گنجله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد بدری پارچه بنفشی که در دست داشت پرد کرد و بلند شد و گفت مثلا به من لجبازی کردی به بچه خودم روا نداری همایونم هم بلند شد به می سکه داد و با لحن تمسخرآمیزی گفت بچه من بچه من پس چرا شکل بهرامه با آرنج زد به قاب خاتم که عکس بهرام در آن بود و به زمین افتاد بچه که تاکنون بغز کرده بود به گریه افتاد بدری با رنگ پریده و آهنگ تهدیدآمیز گفت مقصودت چیه چی میخوای بگی میخوام بگم که هشت ساله که منو گول زدی مسخره کردی هشت ساله که توف سربالا بودی نه زن به من به دخترم همایون با خنده عصبانی قاب عکس را نشان داد دفسنان گفت آره دختر تو دختر تو بردار ببین میخوام بگم که حالا چشمم باز شد فهمیدم چرا بخشش کرده پدر مهربانی بوده اما به قول خودت هشت سال است که که توی خونه تو بودم که همه جور زلت کشیدم که با فلاکت تو ساختم که سه سال نبودی خونه تو نگه داشتم بعدم خبرشو برام آوردن که در بندرگز عاشق که شلختی روسی شده بودی حالا هم این مزد دستمه نمیتونی بهانه بگیری میگی بچم شکل بهرامه ولی من دیگه حاضر نیستم دیگه یک دقیقه تو این خونه بر نمیشم بیا جانم بیا بریم هما به حالت وحشت زده و رنگ پریده میلرزید و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه میکرد گریه کنان دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفتند بدری دم در دست کلید را از جیبش درآورده و به سختی پرتاب کرده که جلو پای همایون قلتید صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد ده دقیقه بعد صدای چرخ درشکه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را برد همایون مات و منگ سر جای خودش ایستاده بود میترسید که سرش را بلند کند نمیخواست باور کند که این پیش ها راست است از خودش میپرسید شاید دیوانه شده و یه خواب ترسناکی میبیند ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود دیگر نمی توانست دخترش همار که آنقدر دوست داشت ببیند نمی توانست او را ببوسد و نوازش بکند یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود از همه بدتر زنش هشت سال پنهانی با او یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود همه اینها در خفهای او بدون که بداند همه بازیگرای زبردستی بودند تنها او گول خورده و بریشش خندیده اند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد از همه چیز و همه کس سر خورده بود خودش را بیاندازه تنها و یگانه حس کرد راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به مأموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد و یا اینکه خودش را سر به نیست بکند برود جایی که هیچ کس را نبیند صدای کسی را نشنود در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تا کنون به آن پی نبرده بود سیگاری آتش زد چند قدم به درازای اتاق راه رفت دوباره به میز داد از پشت شیشه پنجره تکه های برف مرتب آهسته بی مانند این بود که با آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می رخصیدن. و روی لبه شیروانی فرود می آمدن. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارای افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در اراق می رفتن. روزها را تنها لایه سبززارها زیر سایه درخت می خوابید. همانجا که شیرالی چپقش را چاق می کرد و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را می کشی. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های تلائی گندم را خورد میکرد. گاوها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخهای بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان میگشتند. وضع و از او اکنون مانند همان گاوها بود. حالا می دانست که این جانوران چه حس می کردن. او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خود چرخیده بود. مانند یابوی از ساری. مانند آن گاف ها که خرمن را میکوبیدند ساعت های یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذ ها را سیاه می کرد به یاد آورد گاهی همکارش ساعت را نگاه می کرد و خمیازه میکشید دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش می نوشت مطابقه می کرد جمع میزد دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دل خوشی داشت میدانست که هرچند چشمش فکرش جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل میرود اما شب که بهرام دخترش و زنش را با لبخند میبیند خستگی او را بیرون میآورد ولی حالا از هر سه آنها بیزار شده بود هر سه آنها بودند که او را بدین روز انداخته بودند مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت رفت پشت میز تهدیدش نشست کشو آن را بیرون کشید هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد امتحان کرد فشنگها سر جایش بود توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته برد روی شقیقهاش گذاشت ولی صورت خونالود بهرام به یادش افتاد بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد دوباره بلند شد در دالان پالتو و گالش خود را پوشید چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت کوچه خلوت بود تکای برف آهسته در هوا میچرخید او بیدرنگ راه افتاد در صورت که نمیدانست کجا میرود همینقدر میخواست که از خانه اش از این همه پیش ترسناک بگریزد و دور بشود از خیابانی سر درآورد که سرد سفید و غمانگیز بود جای چرخهای درش که میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود او آهسته گامهای بلند برمیداشت اتومبیلی از پهروی او گذشت و برفهای آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید ایستاد لباسش را نگاه کرد غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش او را صدا زد یک کبریت خرید ولی به صورت او نگاه کرد و دید چشمهای زاق لب کوچک و موی بور داشت یاد بهرام افتاد تنش لرزید و راه خودش را در پیش گرفت ناگان جلو شیشه دکان ایستاد جلو رفت پیشانیش را به شیشه سر چسباند نزدیک بود کلاهش بیفتد پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند آسینش را روی شیشه میمالید تا بخار آب روی آن را پاک بکند ولی این کار بیهوده بود یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلو او بود که لبخند میزد مدتی مات به آن نگریست یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال میکرد صاحب مغازه در را باز کرد او دوباره به راه افتاد از دو کوچه دیگر گذشت سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود پاهای سرخ آنها از سرما میلرزید پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود کمی دورتر جلو هشتی خانه ای پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. همه که اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که می آمد میکرد و چتر بسته ای که برداشته بود همینطور در دست داشت. در کوچه خلوت دیگری رفت. روی سکوی خانه ای نشست. برف تندتر شده بود. چترش را باز کرد. خستگی زیادی او را فرا گرفته بود. سرش سنگینی میکرد چشمهایش آهسته بسته شد صدای حرف گذرنده او را به خود آورد بلند شد هوا تاریک شده بود همه گزارش روزانه را به یاد آورد همچنین بچه یک کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره بیرون بود و پاهای سرخ و خیز شده مرغها که روی سبد از سرما میلرزید و خونی که روی برف ریخته بود کمی احساس گرسنگی نمود از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید در راه میخورد و مانند سایه در کوچه پس کوچه ها بدون اراده پرسه میزد وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود روی صندلی راحتی افتاد یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد با لباس رفت روی تخت خواب لاف را به سرش کشید خواب دید که در اتاقی همان بچه که فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشم های آبی که لبخند میزد و جلو او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند. دختر او هما وارد شد شمعی در دست داشت پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خونالود بود جلو رفت دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت همین که خواست از در بیرون برود دو تا دست که هفتیر گرفته بودند از پشت پرده درآمد همایون حراسان با سردد از خواب پرید دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت روزها را به اداره میرفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمیگشت گاهی را نمیدانست چطور گذرش از نزدیک مدرسه دخترانهای میافتد که هما در آنجا بود وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شد می ترسید و مشتلی نوکر خانه پدرزنش او را ببیند و یکی یکی بچه ها را برانداز می کرد ولی دخترش شما را ما بین آنها نمی دی تا اینکه درخواست مأموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را رو کرد حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قطع کرد و بلیط خرید با وجود اصرار صاحب گاراژ چون چمدانهایش را نبسته بود عوض اینکه غروب همان روز برود قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند وارد خانهاش که شد یک سر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود اتاق شوریده ریخته و پاشیده خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود پارچه بنفش خام دوزی و پاکت بهرام که وسیعت نامچه در آن بود روی میز گذاشته شده بودند پاکت را برداشت از میان پاره کرد ولی تکه کاغذ نوشته ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشده بود بعد از آن که تکار رو روی میز بغل هم گذاشت اینطور خواند لابد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید میدونم که از تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد چون هیچ کاری رو بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشه اقرار می کنم که من بدری زن تو دوست داشتم چهار سال بود که با خودم می جنگیدم. آخرش غلبه کردم و دیوی رو که در من بیدار شده بود کشتم برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم پیشکش ناقابلی به هما خانم می کنم که امیدوارم قبول بشه قربون تو بهرام همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد. حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدونی که هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و سه باره خواند در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی تعمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت خرید و به سوی خانه پدرزرش رفت. آنجا که رسید در زد مشتلی نوکرشان همایون را که دید با چشمای اشکالود گفت آقا چه خاکی به سرم شد هما خانو چی شده؟ آقا نمیدانید هما خانم از دوری شما چه بیتابی میکرد هر روز اسبم میبردمش مدرسه ای روز یک شنبه بود تا حالا پنج روز میشه که اصرش از مدرسه فرار کرد گفته بود میرم آقا جونم رو ببینم ما اونقدر دست پاچه شدیم مگه محمد به شما نگفت به نظمیه تلفن کردیم دوبار من اومدم دم خونهتون چی میگی چی شده هیچ آقا سر شب بود که او رو به خونمون آوردن راه و گم کرده بود و از سوز سرما سینه پهلو کرد تا اون دمی که مرد همش شما رو صدا میزد دیروز اونو بردیم شابدالعظیم همون پهلوی قبر بهرام میرزا به خاک سپردیم همایون خیره به مشتدیلی نگاه میکرد. به اینجا که رسید جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد. بعد مانند دیوانه ها یخه پالتوش را بالا کشید و با گام های بلند به طرف گاراژ رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با اتومبیل اصر میتوانست هرچه زودتر حرکت بکند. پایان